در چند ویدئوی گذشته ما با هم یک ماشین حساب ساده رو طراحی کردیم که در این ماشین حساب میتونستیم عملیات جمع رو روی اعداد اعشاری انجام بدیم. در این آموزش میخوام این کد رو تغییر بدم، کمی اون رو بهتر کنم و سه عملگر تفریق، ضرب و تقسیم رو هم به اون اضافه کنم. برای اینکه سه عملگر تفریق، ضرب و تقسیم رو به این ماشین حساب اضافه کنم نیاز به سه باتن دارم. میتونم باتن ها رو از قسمت تول باکس انتخاب کنم. باتن رو انتخاب میکنم، درگ میکنم و در محیط فرم رها میکنم. اندازه باتن رو تغییر میدم و به اندازه دلخواه خودم در میارم. میتونم از این باتن هایی که اینجا دارم هم کپی تهیه کنم و در اینجا قرار بدم. هیچ تفاوتی نداره. از این باتن من دو تا دیگه کپی میگیرم و در اینجا پیست میکنم. مشخصات مربوط به باتن ها رو از قسمت پراپرتی تغییر میدم. فونت رو تغییر میدم. بولد میکنم و سایزش رو کمی تغییر میدم. تکست مربوط به هر باتن رو هم تغییر میدم و تکست مناسب رو برش انتخاب میکنم. برای این باتن میخوام از اسلش استفاده کنم تا به عنوان دکمه تقسیم استفاده بشه. کاراکتر ستاره و تفریق. قبل از اینکه کد نویسی برای این قسمت ها رو شروع کنیم، یه مرور روی کد اولیه داشته باشیم و تغییراتی رو که نیاز هست اعمال کنیم و بعد میرسیم به عملگرهای تفریق، ضرب و تقسیم. در این کد با کلیک کردن روی دکمه سی تکست باکس خالی میشه. با کلیک کردن روی هر کدوم از دکمه های 1, 2, 3, 4 تا 9 عدد مورد نظر وارد تکست باکس میشه و با کلیک کردن روی دکمه های به علاوه و مساوی عملیاتی انجام میشه. وقتی روی دکمه به علاوه کلیک میکنیم، مقدار فعلی تکست باکس وارد متغیر سام میشه. متغیر سام متغیری هست که ما در ابتدای برنامه به صورت گلوبال و از نوع دابل تعریف کردیم. و از اونجایی که میخواستیم کاربر بتونه چندین عملیات جمع متوالی رو انجام بده، مقدار قبلی سام رو هم به علاوه مقدار فعلی تکست باکس میکردیم و در متغیر سام ذخیره میکردیم. من میخوام متغیر سام رو تغییر بدم و نام مناسب تری رو براش انتخاب کنم. اما قبل از اون باید بگم که ما میتونیم به جای استفاده از سام به علاوه این مقدار از عملگر ترکیبی جمع و انتصاب استفاده کنیم. من این قسمت رو پاک میکنم و قبل از عملگر انتصاب یک عملگر جمع قرار میدم. به این ترتیب ابتدا مقدار فعلی سام به علاوه مقدار تکست باکس میشه و بعد مقدار جدید در متغیر سام ذخیره میشه. نام متغیر سام رو تغییر میدم و اون رو اپرند وان میذارم. در اینجا هم سام رو تغییر میدم و نامش رو اپرند وان میذارم و هر جا که سام داشته باشم هم این مقدار رو جایگزین میکنم. پس مقدار فعلی تکست باکس وان در رویداد کلیک جمع در اپرند وان ذخیره میشه. رویداد مساوی رو با هم ببینیم. در رویداد مساوی اپرند وان که مقدار قبلی تکست باکس هست به علاوه مقدار فعلی تکست باکس میشه و حاصل این جمع در متغیر ریزالت ذخیره میشه و ریزالت در تکست باکس نمایش داده میشه. من میخوام برای اینکه کد خواناتر باشه و در استفاده‌های بعدی که برای عملگرهای دیگه انجام میدیم کد به صورت خواناتری باشه، این مقدار رو در یک متغیر جدید ذخیره میکنم. متغیر جدیدی که برای این مقدار در نظر میگیرم اپرند تو هست. پس در ابتدای برنامه غیر از اپرند وان اپرند تو رو هم تعریف میکنم و در رویداد کلیک مساوی اپرند تو مساوی این مقدار قرار میدم. و بعد برای حاصل جمع تنها کافیه که اپرند وان رو به علاوه اپرند تو کنم و حاصل رو در متغیر ریزالت ذخیره کنم. به این ترتیب کد حالت خواناتری پیدا کرد و ما میتونیم راحت‌تر برای بقیه عملگرها هم کد بنویسیم.
اما از اونجایی که ما در این قسمت از آموزش غیر از عملگر جمع عملگرهای دیگه هم داریم، پس برای برنامه باید مشخص کنیم که از کدوم عملگر استفاده میکنیم. در ابتدای برنامه من یک متغیر جدید از نوع کاراکتری در نظر میگیرم و نام اون رو اپریشن میذارم. در رویداد کلیک باتن جمع من مقدار اپریشن رو مساوی کاراکتر جمع قرار میدم. تا اینجای برنامه هنوز کار خاصی انجام ندادیم، تنها دو متغیر تعیین کردیم برای اینکه روی این دو متغیر عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم رو بتونیم انجام بدیم. نام این دو متغیر اپرند 1 و اپرند 2 بود و اینکه این متغیر کاراکتری برای مشخص کردن نوع عملگر تعریف کردیم. برای تمام عملگرها این سه خط کد رو نیاز دارم. پس من روی دکمه منها هم دابل کلیک میکنم، همین کد ها رو در اینجا قرار میدم. با این تفاوت که در این قسمت به جای جمع تفریق قرار میدم. برای عملگر زرد این رو هم تغییر میدم و عملگر تقسیم. پس تمام عملگرها ابتدا مقدار فعلی رو در متغیر اپرند 1 ذخیره میکنن و تکست باکس رو خالی میکنن و مشخص میکنن که روی کدوم یکی از دکمه ها کلیک شده. حالا لازمه که در باتن مساوی مشخص کنیم که کاربر روی کدوم یکی از باتن ها کلیک کرده و با توجه به انتخاب کاربر چه عملیاتی باید انجام بشه. در رویداد مساوی لازم هست که اپرند 2 رو داشته باشیم مثل قبل و مقدار فعلی تکست باکس رو در متغیر اپرند 2 ذخیره کنیم. اما در مورد ریزالت کمی موضوع فرق میکنه، چون در اینجا ما غیر از عملگر جمع عملگرهای تفریق، ضرب و تقسیم رو هم داریم. ما ساختارهای شرطی چند انتخابی رو یاد گرفتیم و دیدیم. ساختارهای ایفای تو در تو رو داشتیم، ایفای آبشاری رو داشتیم و ساختار شرطی سویش رو داشتیم. پس من این خط کد رو کامنت میکنم و در اینجا میتونم یا از ساختار ایف آبشاری و یا از ساختار سویچ استفاده کنم. سویچ رو تایپ میکنم. میخوام بدونم که اپریشن چی هست و کاربر روی کدوم یکی از دکمه ها کلیک کرده. پس اپریشن رو در اینجا قرار میدم و موارد مختلف رو مورد بررسی قرار میدم. بلاک کد رو تشکیل میدم و کیس اول رو در اینجا قرار میدم. کیس اگر برابر کاراکتر جمع باشه دو نقطه، چه کاری انجام بده؟ اپرند 1 به علاوه اپرند 2 بشه و در متغیر ریزولت ذخیره بشه و در نهایت دستور بریک رو خواهیم داشت. به دلیل اینکه دستورات کیس تنها یه خط کد هست، میتونیم از قرار دادن بلاک کد خودداری کنیم، در حالی که قرار دادن بلاک کد هم اشکالی در برنامه ایجاد نمی‌کنه. برای ضرب، تقسیم و تفریق هم همین بلاک کد رو تشکیل میدم. به جای جمع این بار تفریق قرار میدم و اگر کاربر روی تفریق کلیک کرده باشه، اپرند 1 منهای اپرند 2 بشه و بریک رو داشته باشیم. برای ضرب اپرند 1 ضرب در اپرند 2 میشه و حاصل در ریزالت ذخیره میشه و برای تقسیم هم اپرند 1 تقسیم بر اپرند 2 میشه. نیازی به دیفالت ندارم. ریزالت رو تبدیل به رشته ای میکنم و در تکست باکس 1 نمایش میدم. برنامه رو اجرا کنیم. F5 رو میزنم. در اجرای برنامه من عدد 12 رو به علاوه عدد 12 میکنم. مساوی 24. عملگر جمع به درستی کار میکنه. اما میخوام بدونم که اگر 24 رو به علاوه عدد 2 کنم بازم به درستی کار میکنیم یا خیر. 24 به علاوه عدد 2 قراره که 26 رو به من نشون بده، اما مقدار 38 رو نشون میده. اشکال کار در اینجاست که بعد از اینکه ما روی دکمه مساوی کلیک کردیم، مقدار اپرند 1 که در اینجا محاسبه شده
با تمام مقادیر قبلی اپرنده وان جمع میشه و بعد به علاوه مقدار اپرنده تو میشه. برای اینکه از این اشتباه جلوگیری کنیم، بعد از اینکه روی دکمه مساوی کلیک شد و حاصل در تکست باکس نمایش داده شد، مقدار اپرنده وان رو برابر با صفر قرار میدم. از برنامه اجرا میگیرم تا ببینم خطا برطرف شده یا خیر. دوباره 12 رو به علاوه 12 میکنم، مساوی 24 به علاوه عدد 2، عدد 26 رو به درستی نمایش میده. عدد 26 رو تقسیم بر عدد 2 میکنم، 13 ضرب در عدد 2، دوباره 26. منهای عدد 20، باتن 0 رو قرار ندادم، بعدن باتن 0 رو به اینجا اضافه میکنم، منهای عدد 21 میکنم، مساوی 5. اما اگر هم به درستی کار میکنن و تمام دکمه هایی که در اینجا قرار دادیم کار خودشون رو به درستی انجام میدن، من باتن 0 رو هم در اینجا اضافه کنم. تکستش رو به صفر تغییر میدم و در بلاک کد مربوط به اون کد مورد نیاز رو قرار میدم. دوباره از برنامه اجرا میگیرم. در این اجرا من میخوام که از اعداد اعشاری استفاده کنم. 60.5 به علاوه 1.5. عملگر جمع به درستی کار میکنه. تقسیم بر مقدار 1.5 ضرب در عدد 2 منهای عدد 5. پس ماشین حساب ما هم برای اعداد صحیح و هم برای اعداد اعشاری و برای 4 عملگر مورد نظرمون به درستی کار میکنیم و ما تونستیم ماشین حساب رو با استفاده از ساختار سویچ کیس ارتقا بدیم و 3 عملگر جدید رو به اون اضافه کنیم. پیاده سازی این برنامه با استفاده از ساختار ایف‌های آبشاری هم امکان پذیر هست و بسیار ساده میتونیم این کار رو انجام بدیم. به این صورت که ابتدا این قسمت رو من کامنت میکنم. if اگر operation مقدارش برابر باشه با عملگر جمع، اپرند وان بلاوه اپرند تو بشه و در متغیر ریزالت ذخیره بشه. اگر عملگر جمع نبود، از ای اپریشن مساوی کاراکتر تفریق باشه، اپرند وان منهای اپرند تو بشه. اگر تفریق هم نبود، از ای اپریشن ضرب باشه، اپرند وان ضرب در اپرند تو بشه، الس ای اپریشن کاراکتر تقسیم باشه، اپرند وان تقسیم بر اپرند تو بشه. از برنامه اجرا بگیریم تا ببینیم که آیا ساختار آبشاری ایف مثل ساختار سویچ به درستی کار میکنه یا خیر. عدد 90 رو به علاوه 10 میکنم، مساوی 100. تقسیم بر 2 مساوی 50، ضرب در 2 مساوی 100، منهای 50 مساوی 50. تمامی عملگرها به درستی کار میکنن. تا
در این آموزش تونستیم با هم ماشین حساب ساده ای رو که قبلا با یک عملگر پیاده سازی کرده بودیم با استفاده از ایف های آبشاری و با استفاده از ساختار سویش ارتقا بدیم و سه عملگر ضرب، تقسیم و تفریق رو به اون اضافه کردیم.